تلاشی که نتیجه در پی نداشت. ستارهایی که در آخرین ساعت به بارسلونا نگفتند. آب پاک پسر عموی امیر قطر روی دست رئال. فشار رسانه هایتان تأثیری ندارد. ادعای عجیب رسانه اسپانیایی، رونالدو خودش را به بارسلونا پیشنهاد داده بود. پایان ماجرای رئال امباپه، واکنش مهاجم پیوست به عقب نشینی مادریدی ها. قرار بود مربی بارسلونا شوم ولی اخراجم کردند. رسمی تاتنهام مدافع برزیلی بارسا را خریداری کرد. باشگاه بارسلونا و تاتنهام با مبلغ 25 میلیون یورو بر سر انتقال امرسون رویال توافق کردند. تاتنهام رسما امرسون رویال مدافع برزیلی بارسلونا را به خدمت گرفت. دو باشگاه برای انتقال به ارزش 25 میلیون یورو توافق نمودند. این مدافع کناری تابستان امسال پس از دو فصل قرضی در رئال بتیس به بارسا پیوست. در جنوری 2019 باشگاه بارسا با اتلتیک مینیرو و بتیس به توافق سه‌جانبه رسید تا این بازیکن به لالیگا برود. امرسون این فصل با پیراهن بارسا سه بازی انجام داد و در پیروزی اخیر این تیم مقابل خطافه یک از ستاره‌های میدان بود. رسمی کاماوینگا کهکشانی شد. ادواردو کاماوینگا ستاره باشگاه رن فرانسه رسما به رئال مادرید پیوست. این بازیکن با انتقال دائمی از رن به ارزش 31 میلیون یورو رقم اصلی به علاوه مبالغ افزونی مجموع 40 میلیون یورو به برنابئو منتقل شد و قرارداد تا جون سال 2027 را امضا میکند. مربی سابق تیم دوم بارسلونا از رفتار خوان لاپورتا در قبال خودش بسیار ناراحت است. تیم دوم بارسلونا فصل گذشته تا پلی‌آف صعود به دسته دوم اسپانیا نیز پیش رفت ولی در نهایت ناکام ماند، اتفاقی که با قیمت اخراج گارسیا پیمنتا سرمربی این تیم تمام شد. پیمنتا در دو مقطع نامزد هدایت تیم اول بارسلونا نیز بود ولی توسط خوان لاپورتا از مربیگری تیم دوم باشگاه برکنار شد و او هنوز نتوانسته این مسئله را درک کند و بسیار عصبانی و ناراحت است. پیمنتا در مصاحبه با موندو دیپورتیو گفت: در پایان ماه می و در حالی که یک سال دیگر نیز قرارداد داشتم، الکسانکو یکی از افرادی که واقعا به وی در بارسلونا اطمینان داشتم اعلام کرد که ماندنی هستم و با کارم ادامه خواهم داد. ولی دو هفته بعد یوسته نایب رئیس باشگاه به من گفت که برکنار شدم و سلاشم تقدیر کرد. برای باور کردنی نبود، چرا که در حال برنامه‌ریزی برای فصل جدید بودم. حتی جلسه برای خریدهای جدید پیش رو داشتم و من یک بازی تیم جوانان باشگاه را نیز تماشا کرده بودم. تنها دلیلی که به من گفتن این بود که مدیران جدید آمدن و قصد دارن روی مربی دیگری با حساب باز کنند. من زمان قرار بود مربی تیم اول باشگاه شوم ولی لاپورتا از تیم دوم اخراجم کرد. بسیار غمگین، ناامید و عصبانی هستم، چرا که معتقدم اصلا برخورد منصفانه با من نداشتند و این روش مناسبی برای اخراج نبود. پسر عموی امیر قطر هرگونه چانس انتقال کیلیان امباپه بر آل مادرید را منتفی دانست. خلیفه بن حمد آل ثانی پسر عموی امیر قطر که حضور فعال در شبکه‌های اجتماعی تویتر دارد واکنش جالبی به صفحه اول روز گذشته نشریه مارکا نشان داد. او که پیش از این انتقال لیلن مسی به پی اس جی را زودتر از همه تایید کرده بود، در روزهای اخیر چندین بار به شایعات انتقال کیلیان امباپه بر آل مادرید واکنش منفی نشان داده و اصرار داشت که ستاره فرانسوی جدان نخواهد شد. پی اس جی حتی به پیشنهاد 180 میلیون یوروی رئال مادرید نیز پاسخ نداد تا مشخص شود برایشان پول هیچ اهمیتی ندارد، مسئله‌ای که خلیفه بن حمد نیز آن را تایید میکند. او در واکنش به صفحه اول مارکا توئیت کرد: فشار رسانه‌ای هیچ تأثیر روی ثروتمندترین باشگاه دنیا ندارد، واقعیت. او شب گذشته نیز نوشته بود که امباپه میماند و از اکتبر نیز مذاکرات جدید برای تمدید قرارداد او شروع خواهد شد. مدیران بارسلونا در آخرین ساعت نقل و انتقالات تلاش زیادی برای جذب یک مهاجم انجام دادند که به سرانجام نرسید. رونالد کومان سرمربی هلندی بارسلونا چند روز قبل مدعی شد علاقه‌مند به ورود یک مهاجم جدید به رختکن تیمش هست. فابریزیو رومانو روز گذشته فاش کرد کاتالان‌ها در 48 ساعت اخیر برای خرید چند بازیکن به صورت قرضی وارد عمل شدند که هیچ یک موافقت آمیز نبوده و به نظر می‌رسد بارسلونا حداقل تا نیم فصل با همین ترکیب فعلی به کار خود ادامه خواهد داد. ابتدا بارسلونا برای
خرید ادینسون کاوانی مهاجم 34 ساله منچستر یونایتد اقدام کرد. کاوانی که احتمالاً با انتقال کریستیانو رونالدو فرصت کمتری برای قرار گرفتن در ترکیب اصلی دارد، علاقه به این انتقال نشان نداده و ترجیح داد در اولترافورد ماندنی شود. کاوانی با تازگی گزینه سال دوم قرارداد خود با شیاطین سرخ را فعال کرده و تمایل به جدایی ندارد. در ادامه بارسلونا به اتلتیکو مادرید پیشنهاد معوضه آنتوان گریزمان و ژو فلیکس ستاره پرتغالی و جوانی روخ بلونکوس را داد. دیگو سیمونه نیز بیمیل با این انتقال نبود، اما مدیران اتلتیکو مادرید به دلیل تفاوت در سن سال و البته دستمزد گریزمان و فلیکس تمایل به این معوضه نداشتند و این گزینه نیز برای بارسلونا منتفی شد. در ادامه نوبت شایعاتی در خصوص دنی اولمو مهاجم گلزن و اسپانوی لایپزیگ و احتمال انتقال این بازیکن به نوکمپ مطرح شد. در واقع در جریان مذاکرات برای انتقال یاکس موریبا ستاره جوان بارسلونا بود که مدیران این باشگاه برای خرید دنی اولمو از لایپزیگ با این تیم وارد عمل شدند، که این بار نیز پاسخ باشگاه آلمانی منفی بود و بارسلونا نتوانست مهاجم را نیز به رختکن تیم خود اضافه کند. فوق ستاره پرتغالی سابق یوونتوس با استناد به ادعای رسانه کاتالانی خودش را به بارسلونا پیشنهاد داده بود. نشر اسپورت کاتالونیا با نقل از منابع خود مدعی شده که کریستیانو رونالدو در این تابستان از طریق مدیر برنامه‌های خود که رابطه خوبی با بارسلونا دارد به این باشگاه پیشنهاد شد. طبق این گزارش، جورج مندز به اطلاع سران باشگاه رسانده بود که رونالدو حاضر است برای آنها بازی کند. هرچند بارسا که این روزها اصلا اوضاع اقتصادی جالبی ندارد، فوراً پیشنهاد ستاره پرتغالی را رد کرده است. انتقال رونالدو با بارسلونا میتواند ضربه بزرگ برای هواداران رئال مادرید باشد. تیمی که رونالدو 9 سال از بهترین سالهای دوران بازیگریش را در آن سپری کرد. رونالدو در این تابستان خواهان ترک یوونتوس بود و موفق شد سرانجام راهی باشگاه سابق خود منچستر یونایتد شود. البته شایعات مبنی بر پیوستن رونالدو با منچستر سیتی نیز شنیده می شد. رونالدو روز جمعه پس از گمان زنی های بسیار سرانجام به تصمیم خود برای جدایی از یوونتوس عمل کرده و پس از 12 سال دوری بار دیگر به جمع بازیکنان منچستر یونایتد اضافه شد تا سالهای پایانی دوران فوتبال خود را در اولترافورد پشت سر بگذارد. رونالدو با بازگشت به منچستر یونایتد به تیم برگشت که با آن فاتح لیگ قهرمانان و لیگ برتر انگلیس شده بود. قرارداد او 2 ساله با امکان تمدید برای سال سوم است. رئال مادرید به حرفی که درباره خرید امباپه زده عمل کرده. در واکنش به خودداری باشگاه پاریس سن ژرمن برای موافقت با فروش مهاجم فرانسویش به صورت رسمی از جذب این بازیکن انصراف داد. سران باشگاه رئال مادرید برای جذب امباپه 2 بار با پاریس سن ژرمن پیشنهاد داد که هر 2 بار باشگاه پاریسی آن را رد کرد. امباپه در شرایط کنونی در اردوی تیم ملی فوتبال فرانسه به سر می‌برد. روزنامه معروف اسپانوی مارکا در خصوص شکست این مذاکرات نوشت که وقت خبر عقب نشینی رئال مادرید از جذب امباپه به او داده شد، این بازیکن این گونه واکنش نشان داد: من خوب و آرام هستم. مارکا تاکید کرد که به این ترتیب امباپه به قرارداد خود با پاریس سن ژرمن متعهد خواهد بود و در تابستان این تیم را ترک نخواهد کرد. رئال مادرید برای جذب امباپه پیشنهاد 180 میلیون یورویی به باشگاه پاریس سن ژرمن داد، اما این باشگاه فرانسوی 220 میلیون یورو برای این انتقال میخواست که در نهایت توافق صورت نگرفت. بازار نقل و انتقالاتی فوتبال اروپا امشب 31 آگوست به پایان رسید.